هر کس که رسد به علم و ایمان و کمال، یا حسن و جمال و قدرت و مال، اول دلیل و سبب آن لطف خداست، دوم کرم خدای ذوالفضل و جلال. ارادتمند همه دوستان در پیج اینستا و کانال یوتیوب کالج باستانی، امیدوارم تندرست و شادمان باشید. دوستان گرامی، در بحث قاعده شب، اولین قاعده رو ما در کلیپ قبلی، مواردی که باید توضیح داده میشد، عرض کردیم خدمتون. حالا ما قاعده شب شماره 2 رو خدمتتون عرض میکنیم. خب، در ابتدای امر من از دوست و مهمان عزیزمون خواهش میکنم در مورد قاعده شب مطالبی که فکر میکنن لازم هست رو خدمتتون عرض بکنن. بنده به صورت کامل، روان و سلیس تمام مواردی که استاد عزیز بنده عرض کردن رو خدمت یکایک عزیزان عرض خواهم کرد. خواهش میکنم بفرمایید. خدایا هیچی بلد نیستم، ولی به نام تو صحبت میکنم. برمیده آخده تو فقط همین، چیز دیگه نه. خب دوستان عزیز، در مورد قاعده شب، قاعده دوم ما قوچ هست. خب حالا ما نشانی رو باید داشته باشیم در روی تپه که این قوچ به چه شکلی هست و یا تپه به چه شکلی باید باشه. اولا که زمان انجام این کار در ماه مرداد از ساعت 12 شب تا 2:30 صبح. دوستان مطالبی که عرض میکنم، من دارم میگم 12 شب تا 2:30 صبح، دوستان میان میگن 12 شب یا صبح. مرداد ماه 12 شب تا 2:30 صبح این قاعده اتفاق میفته. خب دوستان عزیز، قوچی که به شکل سایه دیده میشه، حالت نشسته است و شاخدار هست، به طوری که اگه کسی از دور به این قوچ نگاه بکنه، فکر میکنه این قوچ کمین کرده. اون حالت رو در نظر بگیرید، چنین قوچی رو شما خواهید دید. حالا در کجا چنین قوچی رو شما دوستان خواهید دید؟ در تپه‌ای که دماغدار باشه، ارتفاع تپه 15 متر باشه و عرض تپه، طول تپه 62 متر باشه. تپه‌ای به ارتفاع 15 متر و به مساحت 62 متر که در کف تپه که شما تشریف میبرین، یک فضای صاف و مسطحی رو خواهید دید. در نزدیکی تپه باید روستایی باشه. این تپه البته بین دو تا روستا قرار گرفته، درسته؟ که بین روستایی قرار گرفته که در اون روستا دو تا چشمه هست و در یکی از چشمه ها دو تا درخت کهنسال، یک درخت و در چشمه دیگه دو تا درخت کهنسال. بله، درخت چشمه دیگه درختی نداره. یک چشمه از این درخت، یک چشمه فاقد درخت هست و چشمه دیگه دو تا درخت کهنسال داره. درخت عرص کهنسال داره. خدمت شما عرض بشه که
مورد بعدی یک نشانی داره این تپه، اگر در یک چهارم اون تپه قلوه سنگ هایی رو ریخته باشن، درست استاد؟ درسته. اگر در روی تپه یک چهارم تپه قلوه سنگ هایی رو ریخته باشند میشه نشان ویژه برای اون قوچ. خب من باز یک جنبندی میکنم دوستان، تپه دراز دماغدار به ارتفاع 15 متر به مساحت 62 متر بالا مسطح و خدمت شما عرض بشه که تپه بین روستاست و اون روستا دو تا چشمه داره، یک چشمه فاقد درخت، چشمه بعدی درخت داره و خدمت شما عرض بشه در مرداد ماه از 12 تا 2:30 صبح قوچی رو شما خواهید دید که حالت کمین داره. بعد مورد بعدی که عرض میکنم این هست که دوستان ما با توجه به این که قاعده شب به صورت ناشناخته مونده بود، دو تا از قواعد رو خدمتتون عرض کردیم. مطلب مهمی که دوست عزیزمون، استاد عزیزمون عرض کردن این هست که من حتما باید در این کلیپ بگم، این هست که دوستان ما وطن فروش نیستیم و این قاعده ای رو که من عرض می کنم خدمت شما بابت این هست که در رابطه با این قاعده شب، 7 قاعده شب، مسائل گوناگونی هست و یه سری اتفاقاتی افتاده که ما مجبور شدیم که این قواعد رو به صورت کوتاه و مفید و مختصر به دوستداران عرصه باستان شناسی عرض بکنیم و همیشه حق رو به دولت میدیم و اگر کسی بخواد از این قضیه سوء استفاده بکنه خائن محسوب میشه. صرفاً ارائه این مطالب جهت یادآوری و دانستن و اضافه شدن به دانسته های شما دوستان عزیز هست. امیدوارم در همین حد که من عرض کردم خدمت شما مورد پسند واقع شده باشه و بنده و استاد عزیز رو به بزرگواری خودتون ببخشید و در پایان عرض میکنم خدمت شما که امضای خدا پای تمام آرزوهای تک تک شما دوستان عزیز و فرهیخته. بفرمایید. خدایا قربان عالم رو تو بگذار. خدا متشکرم، حق نگهدار.